بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید در ایام سالگرد شهادت شهدای اختشاشات 1401 هستی مثل شهید آرمان علیوردی، شهید روح الله عجمیان و سایر عزیزانی که جون خودشون رو برای حفظ امنیت و من و شما هدیه و تقدیم انقلاب کردند. دیروز پدر شهید روح الله عجمیان در تلویزیون حاضر میشه طبیعی صدا ها در این ایام از خانواده شهدا دعوت بکنه و حرفای اونها رو به مردم منعکس بکنه اینجا اتفاقات عجیبی افتاد میخوایم با هم مرور کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده بعد بریم یه کلیپ از سردار سعید قاسمی هم ببینیم این رو با هم ببینیم برگردیم حالا نقطه مشترک بین خانواده شهدا همون از دست دادن بچه‌هاشونه یکی هم ناراحتیشو این مسئولین قوه قضایین بعد مسئولینی که دخالت بیجا میکنن تو پرونده ها مشکلشون الان شهید آرمان علی بدی سال پسرش شد شد هنوز مشخص نیست اصلا کی قاتل پسرش هشتاد نفر گرفتن هشتاد نفر شده هشت نفر هشت نفر هم اگر یه دفعه ولایتی سرش بکشه با اونجا دیگه هشت نفر هم آزاد میشه منظورش از ولایتی علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه دولانه هاشمی رفسنجانی ریاست بیمارستان مسیح دانشوری و چندین سمت دیگه دیگه آقای ولایتی معروف به عبول مشاغل هست اینکه حالا به چه مناسبت این مشاقل هست این یه بحث دیگری است اما خب به هر حال تعداد زیادی از مشاقل رو ایشون مدیریت میکنه البته برخی جاها هیئت امنا و اینا هست اینکه از همش حقوق میگیره یا نه این رو ما نمیدونیم قضاوت هم نمیکنیم ولی به هر حال برای عده‌ای از مردم سوال هست که یک نفر چند تا شغل و منصب رو میتونه مدیریت بکنه ایشون مشاور مقام معظم رهبری هم هستن ولی با این حال من کاری ندارم ایشون پدر شهید هست بزرگوار احترامشون واجبه اما این بحث داره مطرح میشه از پارسال حالا دیروز ظاهرا دادگستری استان البرز اومده تکذیب کرده این حرفا رو ولی امیدواریم که یک بار برای همیشه این مسائل حل بشه آیا قوه قضاییه یک سخنگویی چیزی که بیاد همه این مباحث رو تبیین بکنه روشنگری بکنه وجود نداره وجود داره اما این مبازی کاری ها چی ادامش هم بشتم برگردیم همچنین که قاتلای پسر من رو آزاد کرد میترسیم بره رو هم آزاد کن. <متجاز> نه حاج حتما سیستم قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه خواهد کرد و نگران نباشید بله، سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار میکنه ولایتی از اون خراب میکنه نه مطمئن باشید مشاور رهبر تو بله، این کارهایی که انجام داده واقعیت خیلی بله میدونم چون شما به عنوان یک پدر بعد میدونم شما به عنوان یک پدر شهید موضوع رفیق خوفلن. نه میدونی شما به عنوان یک پدر شهید نگاه میکنید داغ دارید کاملا حق دارید کاملا در این مورد حق با شماست اما اعتماد کنید به سیستم قضایی مطمئن باشید که تمام تلاش در این یک سال و بعد از این و قبل از اون همیشه بله بوده برای اینکه عدالت برگزار بشه تلاش خودش هم کرد برای بچه‌ی من ولی سیستم ولایتی به همزه نه درست میشه آقا مطمئن بشید ممیشه. قطعا به نتیجه میرسه نه من یه سال از شما, شما دارم. دارم تو زندان اونم مشخص نیست زندان شما ای دارید برای برگزاری مراسم شهید روح الله عجمیان بر... یعنی مردم میتونن شرکت بکنن از این جهت میپرسن برنامه دارم تو داری حرف ما رو میپشونی بعضی‌ها دیدم به این خانم مجری ایراد گرفتن من با شخصیت این خانم اصلا ندارم گذشتهش چی بوده آیندهش چی خواهد شد اصلا با ایناش هیچ کاری ندارم اما ایشون داشت به وظیفه خودش عمل میکرد نه که از ولایتی به ترسه نه این وظیفه شرعی من و شماست برای همین میگن آقا اگر یک جایی صحبتی شد از کسی صحبتی شد شما باید دفاع بکنید از مؤمن 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 ظاهری آنها اون مؤمنی که بیاد تو ذهنتون تو مثلا آیت الله بحچت و نماز شب خون و فلان نه کسی که واقعا اسلام رو قبول داره دیگه مؤمن به لحاظ دفاع بکنید بگید نه انشالله اینجوری نیست ایشون از این زاویه اگر نگاه بکنید مشکلی نداشته کارش و به عنوان مجری صدا سیما اونجا داره خب چیزی مطرح میشه تو آنتن زنده چند میلیون نفر آدم این رو میبینن ایشون به وظیفه شرعی اخلاقی و حرفه‌ای و رسانه خودش عمل کرد حالا اگر میخواید خورده بگیرید باید اون مسئولی که کاری هست و اگر واقعا این اتفاق افتاده باید اون مسئول رو بگیریم نه که به مجری و نمیدونم به کی و تهیه کننده و فلان و اینا بخوایم بتوپیم بله اگر یه جایی باشه به اون برنامه مربوط باشه تو برنامه اتفاقی بیفته ما اونجا یه مسئول اون برنامه رو میگیریم اما نه وقتی داره از شخص سالسی صحبت میشه ایشون باید این کار رو انجام میداد اینو خورده نگیرید فکر میکنم اینجا وارد نیست ما صحبت اینجا صحبت یا نباید بیارید یا حرف رو نباید بپیشونید. نفی حرف رو نبشیم. شما ایو. من به شما عرض کردم گفتم چون شما یک پدر شهید هستید و داغ دارید شما نمیتونید راجع به این موضوع الان خیلی عادلانه نگاه بکنید ولی سیستم قضایی کشور نه تنها به این موضوع به تمامی موضوعات مطمئن باشید عادلانه نگاه با. اگر این اتفاق نیفته مراجع قضایی بالاتری هم وجود داره که به این قضیه رسیدگی بکنه آقا فقط یک یا نفر یا یک یا آدم, آدم یک تو یا حرفش رو خانواده شهدا همیشه در رسانه در تلویزیون برای همه کسایی که اینجا کار س... می‌کنن حاج حاج میگن از درباره ولایتی چیزی نگو والله مثلا شما تاس دارید واهمه دارید من تاس ندارم نه حاج اصلا این چه حرفیه برو ببین برو قضا قضایی برو دیوان همه میگن آقا ولایتی این کار کرده ببین اینجا یه ادعاست چون پدر شهید هست نور چشم ماست احترامش واجبه یا به ایشون چیزی گفتن یا نگفتن دیگه به هر حال قوه قضاییه باید پیگیری بکنه اون کسایی که به ایشون گفتن مثلا ولایتی تو پرونده پسر شما دخیل هست یه کارایی داره میکنه بیایید مثلا ببینید کیه چجوریه بررسی بشه اما از اون طرف دو نفر از قاتلین شهید عجمیان هم به هر حال اعدام شدن صحبت سر متهمایی هست که تبعید شدن زندانی شدن براشون حبس ورده شده مثلا اینها با اون پسره که 23 سالش بود تو خیابون ستارخان تهران به هر حال چاقو کشیده بود اینها به جرم محاربه ایشون حکمش اعدام بود دیگه حکمش هم اجرا شد خب چطوره اونجا برای ایشون البته این تشخیصش با قاضی ها همه ما این رو میدیم اما میخوام بگم, بگم با این خشونت و شدت و حدتی که در قتل شهید عجمیان هست قتل صبری که در مورد ایشون در مورد شهید آرمان علیوردی انجام میشه و مرتکب این جرم بزرگ شدن اینجا هم مردم نگاهشون به قضیه فرق میکنه شما میتونستید اینها رو هم جز حالا محاربین حکم سنگین تر بدید حالا این رو باز میگم دادگاه تشخیص میده قاضی که پرونده رو بررسی میکنه تشخیص میده اما برای مردم سوال میشه دیگه اگر اون شخصی که چاقو کشیده و اصلا کسی رو نکشته محارب هست و اعدام میشه اینجا ایده با کاراشون باعث شدن طرف جونش رو از دست بده یعنی مرتکب قتل شدن قتل دست جمعیه حالا دو نفر اعدام گرفتن بقیه نمیدونم اینو باید قضات قوه قضایی بیان بشینن تصمیم بگیرن حالا کسایی که تو پرونده کارشناس هستن شعبات دادگاهی که رفته بررسی شده اینا صلاحیتش رو اونها دارن اونها باید بیان بررسی بکنن به قانونی اما سوال دیگه برای مردم میگن چرا این فرق بین این دو نفر هست ادامه هم بشنوید ولی شما صدا می میترسید ترس دارید ازش من گروکو پوسکنده میگم اون دفعه ما گفتم باقا من صحبت نمی کنم. گفتن نه آقا تا اینجا اومدی صحبت کن دفعه دیگه من منو دعوت نکنی ازت خواهش میکنم بله من سکوت کردم شما صحبت کنید دیگه نه دیگه دفعه دیگه منو دعوت نکن چون شما طرفدار ولایتی ولایتی قاتل پسر منه سلامت باشین شکر ما داره دفعه من میکنم. درخواست های شما رو مطالبه میکنیم همونطور که در رسانه مطالبه شد الان دیگر ادامه دیگر هم مطالبه میکنیم متشکرم از همه شما بینندگان یک بخشی رو ببینید برمیگردیم آجاقی مقدر اصابانی شده بریم یه کلیپ هم از صحبت های سردار سعید قاسم رو هم ببینیم برگردیم برنامه رو جمع کنیم تارگت فقط تارگت فقط آقا جان حتی کار به تو هم ندارن آقای رئیس آقای رئیس، آقای غالیباف و اینکه که میدونن محور و تارگت و اون کسی که موافق این کسافتکاری ها و نجاستکاری اونه اونو باید بزنن متاسفم برای شما جناب آقای ولایتی شنیدم که نامه ای زدید برای رهبر برای اینکه اون دکتره و اون زن بیشرفش که روح الله عجمیان بسیجی بی ساله رو تو کف خیابون داشتن میکشیدن و دشنه فرو کردن تو قلب بچه نامه زدی برای اینکه رهبر عزیز چون اون از سل که ماست این دوتا دکترا خانم و اینها لطفا اینها رو مورد عف قرار بدید شنیدم انشالله صحت نداشته باشه ولی شد دیگه بالاخره تخفیف گرفتن برای قاتل که اون حرومزاده میگه که آقای قاضی من پنج سانت بیشتر دشنه رو نکردم تو قلب این بچه پنج سانت بیشتر نکردم پنی مادر این بچه رو نشون میداد تلویزیون این فیلمه رو به این مادره نشون نرده بودن تو توی دادگاه نشون دادن فیلم که این دارن بچه رو لگدبال میکنن بچه رو دارن میکشن این مادره داشت این فیلمو میدید دوربین نشون داد اینا بعد یعفه گفت مادرش گفت بچم قریب گیر آوردن <applause> ایشکی کمکش نمی کنه. ببینید به بچه میشی ایشکی کمک نمی کنه گیره بوده پدر این رفیق ما رفتش همون روز دوم اینا رفتش اینا دورین در خونه دیوار آجوری توی حیات هم نشون داد اینا آقا سلام علیکم حال شما خوبه برای چی اومدیم او به خبرنگار گفت اومدم سرسلامتی سلامتی به شما گفت سرسلامتی سلامتی به من, من چی من کارگر فصلی هم با سی ما جبه با مایی سه میلیون تومن حقوق رهبر رو باید بگی سر سلامت بشه بعد آبجیش برگشت گفتش که و ما تازه دینمون رو ادا نکردیم منم هستم دو تا داداش دیگه هم داره تا واقعا اونا هم زیاد اصلا نریش و قیافه های حزباللهی میزنیم و اونا هم هستم رهبر بعد از این اتفاق و اون صحنه هایی که دیدید ترک برنامه زنده توسط پدر شهید رو لاجمیان یه دو اومدن شروع کردن که نه آقا اینجوری نیست و فلان بعد دادگستری استان البرز هم ظاهرا اومد یه بیانیه چیزی داده که آقا نه اینجوری نیست تکذیب شده این حرف اما این رسایی توی کانالش دیدم که یه مطلبی رو منتشر کرده و خطاب به دادگستری گفته اگر این حرفا نبود یه سال داره گفته میشه شما چرا در مثلا فلان نشست خبری بودی حالا گفتگوی چیزی بوده اومدید اعلام کنید گفتید که نه سفارش ها توصیه ها اینا در روند پرونده مثلا تأثیری نداره واسه حتما یه چیزی بوده اگر بوده خب الان چرا تکذیب میکنید اگر نبوده چرا اون موقع گفتید که مثلا این توصیه ها گذار نیست امیدواریم که مسئولین مربوطه بیان پاسخ بدن توضیح بدن به مردم البته فیلم ها و کلیپ های جدیدی هم اومده بیرون تا من موقع ضبط برنامه به متوجه این کلیپ ها شدم که اگر اون کلیپ ها رو ببینم تایید بشه توی کانال تلگرام حتما منتشر میکنم لینک کانال تلگرام زیر همین ویدیو هست که راحت میتونید عضو بشید اخبار کلیپ ها و مطالب دست اول رو که به دلیل قانون کپی رایت یوتیوب اینجا منتشر کنیم اونجا به نظرتون میرسونیم و یه نکته خیلی مهم اونم این که وقتی از پدر شهید رولا جمیان صحبت میکنیم یا از دکتر علی اکبر ولایتی که سالها به هر حال توی این انقلاب بوده از قبل از انقلاب بعد از انقلاب در حین پیروزی انقلاب و توی این سالهای اخیر همیشون سمت هایی داشته اگر بخوایم فرزندان ایشون رو با فرزندان پدر شهید رولا جمعیان قیاس بکنیم اصلا یک قیاس معل کسانی که در ساخت و ساز تبهر دارن در ترکیه در یک مراسمی دعوت میشن اونجا به عنوان بساز بفروش حالا نمیدونم اسمش چی بذاریم سازنده ساختمون نمیدونم اسم فنی و خیلی با کلاسش چی میشه کسایی که کار ساختمون میکنن دیگه ساختمون سازی میکنن اونجا اینها دعوت میشن به یک مراسمی که حالا نمیدونم به عنوان ساختمون ساز یا چی ازشون تجلیل میشه یا مراسمی میگیرن براشون خاطرم نیست پارسال پیارسال یادم نیست دقیقاً ولی یادم هست که فرزندان های ولایتی اونجا دعوت شده بودن و اونجا تازه معلوم شد یعنی قبلش یه دمی میگفتند که اینا به ساز بفروش هستن و ساخته سازی میکنن و اینها اما یه زیر بار نمیرفتن بعد از اینکه اون اتفاق افتاد معلوم شد که بله اون یه عده درست میگفتن اینها تو این کار بودن و خب اصلا ثروت اونها با این شهید رولا عجمیان که 3 3500 میگیره قابل قیاس نیست اون زندگی اونها با خون زندگی پدر شهید رولا عجمیان اصلا قابل قیاس نیست اوخ نشین ها یه وقتایی مقابل کاخ ها میستند ای کاش این فاصله طبقاتی انقدر نبود یا علی دماستا خدا نگهتاشون